بر اساس محاسبات ریاضیدانانی به نام آدامز و اوربین لویه کشف شده بود تا بر اختلاف موجود میان مدار محاسبه شده و رصد شده سیارات اورانوس، زهره و مشتری باشد. پس از کشف نپتون هنوز هم اختلافات نورهایی در مدار این سیارات دیده میشد. دامنه این اختلافات نوری حتی به مدار نپتون نیز رسیده بود. این اطلاعات و ابهامات موجود اخترشناسان را به این فرضیه سوق داد که احتمالاً باز هم سیاره دیگری، اما این بار ماورای سیاره تازه کشف شده نپتون نیز وجود دارد. دو دانشمند به نام‌های پیکرینگ و لاول هر یک مستقل از دیگری جرم و مسیر این سیاره فرضی را محاسبه کردند. کلاول پیشاپیش آن را سیاره ایکس نامیده بود. کاوش‌های تصویری که بر مبنای این محاسبات انجام گرفته بود تا مدت‌ها بی‌ثمر ماندند. سرانجام اخترشناسانی به نام کلاید تامبا، شیئی را که این همه چشم به انتظارش بودند، در منهای 6 درجه از موقعیت پیش‌بینی شده شناسایی کرد. این سیاره جدید نام پلوتو را به خود گرفت، اما طولی نکشید که مشخصات آن این تردید را به وجود آورد که جرم پلوتو بسیار کمتر از آن مقدار است که بتواند اختلالاتی به ویژه در حرکات اورانوس و نپتون به وجود آورد. در دهه های 1980 و 1990 رابرت هارینگتون از اخترشناسان رصدخانه نیروی دریایی امریکا که برای نخستین بار محاسبه کرده بود پلوتو آنقدر کوچک است که نمیتواند اختلالاتی در مدار اورانوس یا نپتون ایجاد کند، رهبری تحقیقاتی گسترده برای تشخیص علت اصلی مدارهای نامنظم سیاره پلوتو را به عهده گرفت. محاسبه کرده بود که حتی در صورت وجود هم سیاره ایکس باید در فاصله معادل 3 برابر فاصله خورشید از مدار نپتون قرار داشته باشد و در این حال سیاره به شدت خسوفی و کسوفی باشد. اما در سال 1972 دنیای علم شاهد طرح نظریه عجیب و البته بحث برانگیز دیگری در خصوص این سیاره بود. در آن سال جوزف برادی از رصدخانه ملی لاورنس به مطالعه دقیق بی‌نظمی‌های در دنباله‌دار هالی پرداخت و مدعی شد این بی‌نظمی‌ها می‌توانند ناشی از وجود سیاره‌ای در حد و اندازه مشتری باشند که در نقطه‌ای از منظومه شمسی فراتر از نپتون قرار داشته و به دور خورشید نیز می‌چرخد. اما سرانجام این جرم اولین بار در 30 دسامبر سال 1983 توسط ایرایس، ماهواره ستاره شناسی مادون قرمز نیز دیده شد و بلافاصله خبر رصد سیاره ایکس توسط ایرایس در 6 روزنامه که از مهمترین آنها نیویورک تایمز و واشنگتن پست هستند نیز به چاپ رسید. نیویورک تایمز در گزارش خود در تاریخ 30 ژانویه 1983 نوشت چیزی در دورترین نقطه منظومه شمسی ما وجود دارد که اورانوس و نپتون را به شدت با خود می کشد. یک نیروی جاذبه قوی که این دو سیاره غول‌پیکر را دچار آشفتگی می کند و باعث ایجاد بی نظمی هایی در مدارهای آنها می شود. این نیرو حاکی از حضوری نامرئی و دور است. حضور یک جرم بزرگ یا همان سیاره ایکسی که مدت ها دنبالش بوده ایم. ستاره شناسان چنان از وجود این سیاره اطمینان دارند که آن را سیاره ایکس نامیده هند. اما در فاصله کوتاهی از انتشار این خبرها ناسا وجود سیاره ایکس را منکر شد. در همان دوران زخاریا سیچین که از معدود افرادی است که قادر به ترجمه خطوط سومری بوده و بیشتر آثار او از ترجمه خطوط میخی سومری‌ها برگرفته شده است، در سال 1976 با چاپ کتاب خود به نام 12 سیاره بحثی جنجال‌آمیز را نیز پیش کشید. در این کتاب و همچنین کتاب‌های بعدی سیچین ترجمه‌های خود از متون قدیمی سومری‌ها را آورد که داستانی شگفت انگیز در مورد منشأ انسان‌های روی سیاره زمین را نیز نقل می‌کردند. داستانی که به خلقت انسان و سیاره نیبرو پیوند خورده است. دیگر خبری مبنی بر جستجو به منظور یافتن اطلاعات بیشتر از نیبرو منتشر نشد تا اینکه ستاره شناسانی از دانشگاه کلتک کالیفرنیا شواهدی از وجود یک سیاره ناشناخته را ارائه دادند که در مداری دورتر از سیاره نپتون گردش می‌کند. Thank you.
در 29 اکتبر 2017 روزنامه دیلی اکسپرس خبری را چاپ کرد مبنی بر ادعای شوکه کننده. نیبرو تحت پوشش واتیکان است. واتیکان در مخفی نگه داشتن رمز و راز سیاره نیبرو درگیر است. در این خبر آمده است که پاپ فرانسیس از این سیاره شناخته شده به نام نیبرو و قدرتش آگاهی دارد و با توجه به نظریه جدید راز آن را از جهان پنهان می‌دارد. سی جی متخصص هوافضای ارتش ایالات متحده در پروژه نیبرو که حاضر به نشان دادن نام خانوادگی خود نشد ادعا می‌کند که واتیکان در میان گروهی از رهبران نخبه است که در سرکوب اطلاعات در مورد سیستم سیاره‌ای دخالت دارند. در این خبر آمده است که سی جی به طور انحصاری به دیلی اکسپرس گفته است که آنها همه چیز را از پشت صحنه کنترل می‌کنند. ناسا اصرار دارد که تئوری نیبرو یک کلاهبرداری آنلاین است و هیچ اثری از سیاره ایکس وجود ندارد. بر اساس گزارش دیلی استار، اعضای جنبش نیو نیبروکاتیاسیسم میگویند این یک پوشش برای جلوگیری از وحشت و فضای ذخیره در پناهگاه‌های زیرزمینی برای نجات جهان است. سی جی میگوید بسیاری از مردم معتقدند نیبرو فقط یک توته است، چرا که رهبران جهان این اطلاعات را به خوبی مخفی میکنند. اما چرا وجود نیبرو را دلیل بر نابودی زمین میدانند؟ به گفته دانشمندان هرگز احتمال برخورد نیبرو با زمین وجود ندارد، اما زمانی که نیبرو در نزدیکترین فاصله با خورشید قرار گیرد بیشترین کشش و جاذبه بین نیبرو و خورشید ایجاد می شود و نیبرو به اندازه و حجم ماه و درخشنده و سرخ رنگ در آسمان دیده می شود. در این وضعیت که شدیدترین اثرات نیبرو بر روی زمین است، احتمال سقوط و برخورد شهاب‌سنگ‌های بزرگ با زمین وجود دارد و چنانچه شهاب‌سنگی در اقیانوس سقوط کند موجب سونامی می‌گردد. همچنین زلزله‌های شدید همراه با سونامی و آتش‌فشان‌های عظیم را به همراه خواهد داشت و علت آن نیز تأثیر جاذبه نیبرو بر هسته آهنی زمین و تغییر قطب‌های مغناطیسی زمین است که فشار شدیدی بر روی پوسته زمین وارد آورده و منجر به زلزله‌های شدید و خروج مواد مذاب از آتش‌فشان‌ها خواهد شد. نشان می‌دهد در طی حیات زمین بارها و بارها قطب‌های مغناطیسی زمین تغییر کرده‌اند، اما علت آن تا کنون ناشناخته بوده است. گروهی از دانشمندان هواشناسی و زمین‌شناسی دست به آزمایشات و تحقیقاتی زدند و پرده از یک دروغ جهانی برداشتند. یکی از دانشمندان معتقد به جعلی بودن گرم شدن زمین و اثر گاز دیوکسید کربن بر آب و هوا هستند. آنها معتقدند گازهای گلخانه‌ای سبب گرم شدن زمین نمی شود و آب شدن یخهای قطب به دلیل بالا رفتن دمای زمین نیست. بسیاری از دانشمندان گرم شدن زمین را فعالیت‌های سیاره نیبرو که هر 3600 سال به زمین نزدیک می شود می دانند. بنابراین جاذبه این سیاره موجب بالا آمدن مواد نیمه جامد درون زمین می شود، یعنی همان حالتی که هنگام نزدیک شدن ماه به زمین اتفاق می‌افتد. اما از آنجایی که این سیاره چندین برابر زمین است، مسلماً نتایج عظیم‌تری خواهد داشت. آیا نیبرو بر دیگر سیارات نیز تأثیر می‌گذارد؟ بله. دانشمندان در این روزها پی برده‌اند که جرمی بر روی منظومه شمسی تأثیر گذاشته است. به طور مثال می‌توان به این اخبار اشاره کرد. و در نهایت ناسا با انتشار این تصویر پیدا شدن سیاره ایکس را تایید کرد. که لینک این خبر در قسمت توضیحات نیز قرار گرفته است. سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر ما را سابسکرایب کنید.